مقتدا صدر یکی از رهبران بروفوز شیعه های عراق پس از اعلام استعفاش که باعث درگیری های خشونت میان حامیان و نیروهای امنیتی شد از هوادارانش در عراق خواست تا به این خشونت ها پایان دهند انا لازلت امن ان هنوز باور دارم که حامیان من نظم دارند و اطاعت می کنند و اگر الا یک ساعت از مناطق بویژه محوطه پارلمان دور نشوند من همه این حامیان را رد می حکومت بایدن خواستار برقراری آرامش و ختم درگیری ها در عراق شده است. پس از اعلام استعفای مقتدا صدر، صدها نفر از حامیان او به قصد دولتی هجوم بردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند که این درگیری ها به خشونت گرایید و حداقل 20 نفر کشته و ده ها نفر زخمی به جا گذاشت. ما از همه گروه ها در عراق خواستیم تا در مرحله حساس سیاسی آرامش را حفظ کنند و از خشونت ها دور بمانند. ما نیز شاهد گزارش های هستیم که سفارت ما در آنجا تخلیه شده است و با تهدید روبروست بروست می خواهم بگویم که این گزارش ها نادرست است ما مسئولیت کارمندان حکومت امریکا و باشندگان امریکایی و سایر تسهیلات نظامی و امنیتی در عراق را در اولویت کاری خود داریم هیچ نوع تخلیه در جریان نیست و در حال حاضر نیاز به این کار نمی باشد در تازه‌ترین ترین کشف عراق امروز شنبه قیود برگشت گزار را کرد مقاومت صحی میگویند که حدود 15 نفر از از سر گلهباری ها زخمی شدند و شمار دیگر از گاز اشکاور و رتکوب پلیس زیان دیدند. از سوی دیگر ایران در همسایگی و سرحد عراق از اتباع خود خواسته است تا سفر به عراق خودداری کنند. یک مقام مرشد حکومتی پس از آغاز خشونت های روز دوشنبه به دلیل تصمیم استفاده مقتدا صدر از ایرانی ها خواست تا به عراق سفر نکنند. از سویشید پرس به نقل قبل از موینه وزارت داخل ایران گزارش داده است که گفته است کسانی که قرار است به انجام مناسک دینی به کربلا سفر کنند باید برنامه های خود را تعدیل کنند. به تاریخ 16 و 17 ماه سپتامبر میلیون ها زایر برای انجام مناسک مذهبی به کربلا سفر می کنند. طبق گزارش تلویزیون دولتی ایران، تهران تمام پروازهای خود را به عراق الا اطلاع بعدی و دلیل ادامه نارامی ها در عراق متوقف ساخته است. در این گزارش آمده است که پروازهای اضطراری برای انتقال کسانی که در میدان هوایی بغداد گیر ماندند تنظیم خواهد شد تا این افراد امروز از عراق تخلیه گردند ژلانوری تلویزیون آشنای استاد امریکا واشنگتن